ليلة القدر وما نحن نزلنا الذكر وإن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین جامع الناس لیوم الدین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين بحثمون راجع به آیات مبارکه سوره یوسف بود. کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. حضرت یوسف وقتی که خواب رو برای پدر بزرگوارش نقل کرد که من 11 کوکب و ستاره و ماه و خورشید رو دیدم که بر من سجده کردند، اول حضرت یعقوب رازداری رو به یوسف تعلیم داد که اون چی که بین پدر و پسر مطرح میشه جایی بازگو نشه. دلیلش را هم حضرت یعقوب فرمود که اگر برادران تو این اسرار رو بفهمند ممکن است بر تو حسد ببرند و نقشه علیه تو طرح بکنند. بعد شروع میکنه حضرت یعقوب به تعبیر خواب برای یوسف، میفرماد کذالک، یعنی این خوابی که تو دیدی این صورتی است از یک حوادث و وقایعی که در آینده اتفاق میفته که بی تناسب با ستارگان و خورشید و ماه و سجده اینها نیست. این معنای کذالک هست، اشاره به این است که این جملاتی که در آینده گفته میشه اینها تعبیر خواب یوسفه. سه جمله فرمود: یجتبیک ربک، یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک. یعنی از این خواب استفاده می شود که خدا دو سرمایه بسیار بزرگ را انتخاب کرده و یه فردی هم مثل یوسف را انتخاب کرده است که این دو سرمایه را به یوسف واگذار کنه. حالا ما قبل از اینکه توضیح خواب رو بیان کنیم باید عرض کنم که در سرمایه گذاری
چه در امور اقتصادی و چه در امور سیاسی و اداری، باید که اون سرمایه رو ارزیابی کرد. سرمایه چقدر ارزش داره؟ اون کسی را هم که میخوان این سرمایه رو در اختیارش قرار بدهند، او را هم باید شناسایی کنند، ببینن آیا ظرفیت پذیرش این سرمایه رو دارد و یا اینکه نداره. البته میدونید که خدا علیم و حکیمه. علیم است، همه چیز رو میدونه. هم ارزش سرمایه ها رو میدونه و هم ارزش و شخصیت و ظرفیت انسان ها رو میدونه. و بی حساب خدا چیزی به کسی نمیده. مخصوصا این دو سرمایه بزرگی که واقعا کم نظیر از در میان سرمایه های مادی و معنوی، اینا رو خدا به همه کس نمیده. خدا ارزش علم رو میداند. خداست دیگه. وقتی مردم ارزش علم رو میدانند و خدا میفرماد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، از مردم سوال میکنه که آیا اونایی که میدانند و اونایی که نمیدانند برابرند؟ یعنی اینقدر واضح است که هر کس این معنا رو میدونه که علم یک گوهر گرانبهایی است که برای انسان‌ها بسیار مفیده. یعنی وقتی خدا میخواد به انسان‌های با ایمان درجه بده، علمشون رو بالا میبره. یعنی به چی درجه میده قرآن؟ به دو گروه، انسان‌هایی که با ایمانن و انسان‌هایی که عالمن، دانا هستن. اینا رو خدا مقامشون رو بالا میبره. یعنی وقتی خدا بخواد یک افرادی رو به مراحل عالیه و بالا برسونه، اون کسانی رو انتخاب میکنه که علم دارن و یا ایمان. پس خدا ارزش علم رو میداند، ارزش رسالت و نبوت و امامت را هم میداند. این دو پست، یعنی امامت و رسالت، تو قرآن مطرح شده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. خاصیت رسالت انبیا چیه؟ خدا اینها رو میفرسه، معجزات هم در اختیارشون قرار میده، قانون را هم براشون تدوین میکنه. چرا؟ برای اینکه مردم قیام به قسط کنن، یعنی به عدالت رفتار کنن. اثر رسالت انبیا این است که اگر مردم پذیرش کنن، میتونن با کمال عدالت با هم زندگی کنن، که این ارزش فوق العاده ای داره. آسمان و زمین بر پایه عدل برقراره. این ارزش رسالته. ارزش رسالت با این تعبیری که قرآن داره، که اسم رسالت رو میذاره نعمت، و همین آیه هم وجود داره، و یتم نعمته علیک. نعمت چیه؟ هر چیز سودمندی که انسان ها ازش
لذت میبرند این اسمش نعمته. اگر چنانچه توجه کنیم به آیات قرآن متوجه میشیم که چقدر رسالت انبیا ارزش داره. یه آیه از در قرآن، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی خدا و پیغمبر شما رو دعوت میکنن بپذیرید. چرا؟ اونا شما رو دعوت میکنن به یک چیزی که مایه حیات شماست. یعنی انبیا به امر الهی حیات بخشند به جامعه، به فرد روح میدن. این ارزشه. یعنی ارزش رسالت مساوی است با حیات، اینقدر ارزشمنده. پس خدا ارزش رسالت رو میدونه، ارزش امامت را هم میدونه. برای اینکه وقتی میخواد این مقام را به حضرت ابراهیم بده، امتحانات سنگین متعددی را از حضرت ابراهیم میکنه تا اینکه این مقام امامت رو به او واگذار کنه. اینو خدا میدونه. پس خدای متعال هم ارزش علم رو میداند و هم ارزش رسالت رو. خدا حکیم هم هست. حکیم یعنی چه؟ یعنی کار بیجا نمی کنه. این سرمایه ها رو به همه کس نمیده. افرادی که لایقند علم بهشون میده، رسالت هم بهشون میده. اما علم بهشون میده، علم لدنی، که دیگه نیازی به مکتب و کتاب و معلم نداشته باشن. فرماد اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر میخواهید خدا علم بهتون بده باید تقوا رو پیشه کنی. پس به همه کس نمیده، به انسانهای متقی علم رو عنایت میکنه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. اون علم لدنی. از اون طرف قرآن میفرماد الله اعلم حیث یجعل رسالته. رسالت را هم خدا به همه کس نمیده. میاد میگرده تو انسانها، اون انسانهایی که از همه با فضیلت ترند، با تقوا ترند، فضائل و کمالاتشون از همه انسانها بالاتر، اینا رو انتخاب میکنه برای این مسئله رسالت و این نعمت بزرگ الهی. خب میدونید این سرمایه علم را اگر دست آدمهایی بدن که فضیلت ندارند، به قول اون شاعر میگه که تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. خیلی خطرناکه اگر یه آدم نااهلی علم پیدا کنه. علم اکتسابی، این علمای معمولی که در دنیا هست، این سرمایه باید به جای خودش قرار بگیره. و حالا اگر علم لدنی شد، اون علم الهی اگر در اختیار همه کس قرار بگیره چی میشه؟ چه خطری متوجه جامعه میشه؟ این علم لدنی در اختیار کسانی قرار میگیرد که دارای عصمت باشه. قرآن میفرماد لا ینال عهد الظالمین. ما به انسانهای ستمگر
این مقام رو نمیده. این مقام مال انسان‌هایی است که عصمت داشته باشند. بنابراین خدا حکیمه، میاد این سرمایه هایی که بسیار ارزشمنده در اختیار کسانی قرار میده که ظرفیتش رو داشته باشن، لیاقتش رو داشته باشن. خدا به اونها این علم رو عنایت میکنه، رسالت رو به اینها تفویض میکنه. اگر جا به جا شد علم اومد مثلا دست یا آدم نعل یا نعوذ بالله رسالت در اختیار یک انسانهای غیر معصوم قرار گیره و ببینین چه آفتی میشه. حافظ در دیوانش دو تا شعر داره خیلی جالبه. وقتی که فتنه های بسیار سنگین رو در جامعه میبینه، اون وقت بیان میکنه که علت این که این فتنه ها به این کیفیت در جامعه شایع شده علتش چیه؟ میگه این چه شوری است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. علتشو بعد میگه، میگه اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. چه اینجا پالونی که باید بذارن روی الاغ گذاشتن رو اسب، اون طوق زرینی که باید به گردن اسب بیندازن انداختن به گردن الاغ. وقت این فتنه ها به وجود اومده. خیلی تعبیر زیبا و قشنگه. خب حالا خدا میخواد دو تا سرمایه بده به یوسف. یکی میخواد علم لدنی بده، یعنی علمی که از ناحیه پروردگار باشه، از معلم و کتاب و این چیزها گرفته نشده باشه. خیلی علم لدنی با ارزشه، حالا آثارش معلوم میشه. بعدم خدا میخواد نعمت رسالت رو بگذاره به عهده حضرت یوسف. اینا دوتا سرمایه خیلی سنگینه. بنابراین ما یه آدمی باشه که ظرفیت پذیرش این دو سرمایه بزرگ رو داشته باشه. و خدا میاد در میان برادران یوسف و مردم اون زمان انگوش میذاره روی یوسف. یوسف رو انتخاب میکنه، این دو سرمایه رو در اختیار او قرار میده. چرا؟ بعد معلوم میشه. این است که خداوند اول شخص رو انتخاب میکنه. میفرماد که در تعبیر خواب، خدا قرار است در آینده تو رو انتخاب کنه، تو که لایقی و شایستگی داری برای پذیرش این دو سرمایه بزرگ. یجتبیک ربک، تو رو گلچین میکنه، انتخاب میکنه، بر میگزیند. خیلی آدم هست اما تو لایقی، تو رو انتخاب میکنه. و یعلمک من تأویل الاحادیث، و خدا در آینده به تو علم تعبیر خواب میده. خب علم تعبیر خواب چه اثری داره؟ اثرش بعد ظاهر میشه. خدا در زندان بعد از اون که امتحاناتش رو حضرت یوسف میده و عصمت خودش را نشون میده و اون مبارزه های سنگین را با نفس اماره میکنه،
اون وقت خداوند تو زندان تعبیر خواب رو بهش یاد میده. نتیجه چی میشه؟ یکی این که از این زندان و سیاه چال زندان تعبیر خواب یوسف رو به اریکه سلطنت می نشاند که بعدن خواهیم گفت. چطور میشه از تو زندان میرد همینطور مقامش بالا تا به مقام سلطنت میرسه؟ همش به برکت تعبیر خوابه، بعد خواهیم گفت. یکی هم میدونید مردم مصر گرفتار قحطی میشن. 7 سال مردم به قحطی مبتلا میشن. اگر تعبیر خواب یوسف نبود تمام مردم مصر در اثر این قحطی میمردن. به برکت تعبیر خواب یوسف مردم مصر از قحطی نجات پیدا کردند. یک نفرشون هم از بین نرفت، هیچ ضرری هم بر اینا وارد نشد. عرض کردم داستانش خیلی مفصله، بعداً به عرضتون خواهم رسون. این برکت تعبیر خوابه. برکت رسالت چیه؟ که خدا نعمت رسالت رو به حضرت یوسف میده. برکتش اینه مردم مصر مشرکن. بعد از 14 سال که یوسف رو تخت سلطنت به اصطلاح مستقر بود و مردم مصر واقعا نجات داد، رضایت مردم رو تحصیل کرد، یک علاقه مفرط و شدیدی به یوسف پیدا کردن، چون حس کرده بودن که از نظر مادی اونا رو تأمین کرده و از مرگ حتمی همشون رو نجات داده. بعد از 14 سال سخنرانی کرد و تو سخنرانیش گفت مردم شما نسبت به من چه نظری داری؟ رفراندوم کرد به قول معروف، همه تحسین کردن، تجلیل کردن، تشویق کردن. حضرت یوسف فرمود حالا که شما میدونید من این همه به شما خدمات کردم، بیایید شرک را بذارید کنار و خدای یگانه رو پرستش کنی. نتیجهش این شد مردم مصر متحول شدند، شرک را کنار گذاشتند، گرایش به توحید پیدا کردند. پس خدا 2 سرمایه بزرگ را به یوسف میده که هر کدوم از اینا یک سرنوشت بسیار بسیار جالبی رو تشکیل میده در آینده. اون اثر تعبیر خواب، اون اثر رسالت. اون وقت ببینید خدا علیم و حکیمه. اولا سرمایه ها رو میشناسه، ثانیاً اون کسانی که از این سرمایه ها باید استفاده کنن و این سرمایه ها رو بارور کنن اینها رو میشناسه و این سرمایه ها رو به اون آدما تفویض میکنه. و خدا علیمه، چون کاراش هم بجاست و افراد رو میشناسه و سرمایه ها رو بجا تقسیم میکنه، حکیمه. آخر آیه هم میخونه علیمون حکیم. چقدر زیباست. فقط یک پاورقی، یه حاشیه اینجا ما داریم که از این آیه شریفه استفاده میشه که علم لدنی و رسالت اگر قرار شد در جایی قرار بگیره باید اون فرد رو خدا انتخاب بکنه، برای اینکه مردم نمیتونن بشناسن. اگر گذشته های کسی رو بدونن، شرایط زمان حالش رو هم بدونن، از آینده هاش خبر ندارن. خیلی آدم ها بودن که
تو دنیا اوائل کارشون خیلی خوب بودن، رو فرم بودن، با ایمان بودن، آخر کار خراب از آب در اومدن. بسیار داشتیم، ما چه میدونیم؟ اون کسی که از عواقب امور آگاه است، اون خداست. این پوستر رو خدا میباد بده. ما شیعه بر مبنای این دلائل عقلی عقیده داریم که مقام نبوت انتخابی نیست، انتصابی است. یعنی خدا میباد انتخاب کنه، کار مردم نیست. و لذاست که مردم طائف شرفیاب شدن به محضر پیغمبر اسلام و گفتن ما حرف نداریم، بیام ایمان بیاریم و مسلمان بشیم. ولی به چند شرط. بکن که بت‌هامون رو خودمون خورد کنیم. دوم این که نماز رو از گردن ما برداریم، حال نماز خوندن نداریم. سوم این که بعد از خودت این مقام و منصبت رو به ما واگذار کنی. رسول خدا فرمودن اولیش که نمیشه، بت‌ها رو ما باید خراب کنیم. حالا اونا چرا این پیشنهاد رو کردن من نمیدونم. حالا یا تعصب داشتن یا هرچه، پیغمبر قبول نکردن. چرا باید که پیغمبر اسلام اونچنان اینا رو متحولشون کنید که دیگه علاقهی به بت‌ها نداشته باشن؟ دوم این که گفتن حضرت راجع به نماز فرمودن لا خیر فی دین لا صلاة فی. دینی که نماز توش نباشد، این دین خیر درش نیست. اینم نمیشه. مسئله سوم که مسئله خلافت باشه، حضرت فرمود که ذالک الالله یزعه حیث یشاء. دست من نیست، دست خداست. خدا این مقام و پست را به هر کس که بخواد واگذار میکنه. اگر به دست مردم بیفته، اینا کسانی را انتخاب میکنن که بعد جامعه رو به فساد میکشونن. حالا شما فکر کنید این عقیده‌ای که ما داریم نسبت به مسئله امامت و خلافت واقعا یک مسئله عقلایی است. پست و مقام امامت که یه چیز ساده اینی. الامامت هی ریاست العامه فی امور دین و دنیا خلافتن عن نبی. میخوایم میلیون ها جمعیت رو اختیارشونه بدم دست یه آدم. خب این آدم اگر ارتباط با خدا نداشته باشه، اگر اسمت نداشته باشه، این ممکنه این جامعه رو به فنا و نابودی بکشونه. مگه ساده است؟ اختیار مال و جان و ناموس و آبروی مردم رو در اختیار یک فرد قرار بدن، این هر کاری دلش بخواد بکنه، اینجور نیست. خدا میباید تعیین کنه. یار ریاست العامه، تازه در امور دین و دنیا. حالا دنیا هیچ، در امور دین تا این انسان با خدا در ارتباط نباشه نمیتونه در امور دینی دخالت کنه. این باید دست کسی باشد که خدا تعیینش بکنه. یعلمک من تأویل الاحادیث. علم لدنی خدا میخواد بده به این پیغمبر یا به این امام که اگر علم نداشته باشد نمیتونه جامعه رو اداره کنه. اونم علم الهی که عالم به ما کان، ما یکون، ما و کائن باشه. دست کی باید بیفته؟ اونو خدا باید انتخاب کنه.
بنابراین پاکترین عقیده، عقلایی ترین عقیده، عقیده شیعه است که میگن این پست‌های کلیدی حساس بسیار سنگین را به دست افرادی نمیشه داد که ما انتخاب کنیم، باید به دست کسی بدیم که خدا را، خدا اون انتخاب میکنه. و الا اگر مردم رفتند و جمع شدند تو سقیفه و کسانی را انتخاب میکنند که بعد از 25 سال ناچار میشن خودشون اونی که بالا بردن بیارن پایین و برن عزلش کنن، انتخاب میکنن، بعد میبینن اشتباه کردن، میریزن، حمله میکنن به خانش و او رو به قتل میرسونن. چرا؟ بنگه انسان ها انتخاب کردن. اگر خدا انتخاب کرده بود به این جهان نمیرسی. این چیزیست که از این آیات استفاده میشه. صلوات خطا اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اللهم ايد امام زماننا عجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه وانصاره اللهم ايد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم جاء محمد المعتر